سال گذشته در چنین روزهای جمهوری اسلامی آماده میشد تا 30 سالگرد پیروزی خود را جشن بگیرد و اکنون ناگزیر است حتی پاسخگوی پرسشا و نقدهای فرزندان نزدیکترین یاران آیت الله خمینی باشد که نگران آینده حکومتی هستند که او 31 سال پیش تأسیس کرد. علیرضا حقیقی استاد دانشگاه تورنتو روی خط تلفنی ما هستند. با سلام به شما آقای حقیقی. من خدمت شما بینندگان سلام عرض می‌کنم. آقای حقیقی، عده‌ای از کارشناسان جمع‌بندیشون این هستش که جناح اصولگرا تصمیم گرفته که جریان‌های تند در این جناح رو حذف کنه و میانه‌روی رو در جامعه تبلیغ کنه. صحبت‌های آقای مطهری نماینده مجلس در صدا و سیما، مثل سخنان ائمه جمعه، استعفای آقای روح الله حسینیان نماینده تندروی مجلس، همه اینها نشان دهنده این مسئله هست به نظر شما؟ به هر حال واقعیت چینه که ماه اصل اصولگرایان بعد از انتخابات به پایان رسیده. علتش هم این هست که شما وقتی در یک قطاری که مسیرش غلط باشه، حتی اگر به سرعت بدوید در مسیر خلاف، نمیتونید به مقصد برسید هیچگاه. واقعیت چینه که اصولگرایان میانه رو و تجربه گرا و سنتیشون، اینها به این نتیجه رسیدن که دولت آقای احمدی نژاد فاقد آینده استراتژیک است و اون هم در سه مورد. مورد اول این که نخبگان اجتماعی، نیروهای دانشگاهی و نیروهای تحصیل کرده، اکثریت این نیروها در دل در گروه آقای احمدی نژاد ندارن و چندان حاضر به همکاری با آقای احمدی نژاد نیستن. دوم هم این که بعد از مسائلی که در ارتباط با مذاکرات بین‌المللی به وجود اومده و تأثیری که نظام بین‌المللی از حرکت‌های اجتماعی گرفته، نظام بین‌المللی هم چندان قبلش هم همین مشکل داشت و چندان تمایلی نداره که به آقای احمدی نژاد امتیاز و کردیتی بده. سوم مسئله اقتصاده. واقعش اینه که اقتصاد ایران با بحران‌های جدی روبروست. یک نمونهش 48 میلیارد دلار بدهی بانکی ایران هست و همچنین فقدان توانایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌های داخلی، به خاطر اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران احساس می‌کنن دولت آقای احمدی نژاد فاقد آینده است. بنابراین دولت هوادارن آقای احمدی نژاد برای اینکه بر این وضعیت فائقیان، سیاستشون این هست که وضعیت رو پولاریزه کنن، خیلی قطبیش کنن. تحریک اجتماعات به منظور اینه که بتونن دامنه خشونت رو افزایش بدن، دستگیری افراد میانه رو و معقول در جناح‌های مختلف مثل آقای دکتر یزدی، مثل آقای جواد مظفر و بقیه، نشون دهنده اینه که دقیقاً میخوان نیروی وسط و معقول رو حذف کنن که رادیکال بشه. و سوم برخورد با طرحی که آقای مهندس موسوی دادن که در چارچوب قانون اساسی بود و امکان مصالحه رو ایجاد میکرد. همه اینا سبب میشه که هر کدوم از این برخوردها سبب میشه که در حقیقت مقابله حالت قطبی پیدا کنه. تو حالت قطبی سیستم مجبور میشه آینده خودش رو در گروه آینده آقای احمدی نژاد بذاره. اما آقای حقیقی، با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای حامی دولت آقای احمدی نژاد هستش، فکر میکنید که جناح میانه رو در جناح اصولگرا تا چه اندازه با آیت الله خامنه ای نزدیکه؟ واقعیت چیه که آقای خامنه ای تا هنگامی حمایت بیچون و چرا از آقای احمدی نژاد خواهد کرد که احساس کنه آقای احمدی نژاد توانایی کنترل بحران و توانایی اداره سیستم رو به گونه‌ای که بتونه اکثریت جامعه رو اقناع کنه داشته باشه. اگر احساس کنه که جمهوری اسلامی و در حقیقت آینده سیاسی احمدی نژاد در دو راه متفاوت هست، به نظر میرسه که آینده جمهوری اسلامی رو انتخاب خواهد کرد. چون در گذشته هم، در طول 30 سال گذشته، جمهوری اسلامی معمولاً افراد رو فدای منافع استراتژیکش کرده. برکناری آقای مرتضوی مثلا نمونه ای از این موارد هست که شما میدونید. و اگر دقت کنید، نمایندگان طرفدار دولت هستن که الان اومدن تقاضا کردن که حکم اعدام در حقیقت در عرض 5 روز انجام بشه، چیزی که به هر حال اکثریت عقلگرای اصولگرایان باش مخالفت کردن. استعفای آقای حسینیان رو در این رابطه چگونه تحلیل میکنید؟ ببینید، استعفای آقای حسینیان، در بیانیه آقای حسینیان از 3 زاویه سعی کرده استعفاش رو مطرح کنه. بخشش مربوط به اینه که جریان اصلی مجلس جریان نیست که با دولت مخالفه، به این مفهوم که نمیخواد آینده سیاسی خودش رو با آینده سیاسی آقای احمدی نژاد گره بزنه.
نمایندگان اصولگرای مجلس به خوبی میدونن که آقای احمدی نژاد آینده سیاسی روشنی نخواهد داشت. این نکته اول قضیه. نکته دوم این که نمایندگان هوادار دولت با مطرح کردن این پیشنهاد برای اعدام به مدت 5 روز در حقیقت میخوان فضا رو قطبی کنن، ولی نمایندگان اصولگرای معقول میدونن که جامعه ایران ظرفیت این نوع خشونت رو نداره و در حقیقت بازخورد این خشونت منجر میتونه حتی به برخوردهای شدیدی بشه که منجر به فروپاشی کل سیستم بشه. پس بنابراین نمیخوان از این نوع طرح‌ها پشتیبانی کنن. نکته سومم این هست که در خود اصولگرایان به خصوص جنبش عدالت‌خواه دانشجویی اینها انتقادات جدی این روزها با آقای احمدی نژاد میشه به خاطر انتخاب‌هایی که داره میکنه، مثل آقای مرتضی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مثل آقای مشایی و مثل آقای رحیمی. اینها مواردی است که جریان عدالت‌خواه انتقاد جدی داره. آقای حسینیان هم از این بابت انتقاد کرده و در این حال آقای حسینیان احساس میکنه که تو جریان اصولگرایان بخششون گرایش به رقیب آقای احمدی‌نژاد یعنی آقای میرحسین موسوی دارن و این برای آقای حسینیان که به هر حال جزو لیدرهای حامی آقای احمدی‌نژاد در مجلس هست کمی سنگین اومده و خب اتهاماتی را متوجه دیگر نمایندگان کرده که این اتهامات باید قوه قضاییه رسیدگی کنه، مثل اینکه اعضای کمیسیون دفاع دنبال بیزنس و تجارت و اینها هستن با کویت و همچنین اتهامات دیگه‌ای رو متوجه جریانات ریاست مجلس کرده که اینها در حقیقت نرد نزدیکی با جناح اصلاح طلب. بله آقای حقیقی، یه سوال دیگه دارم، خیلی کوتاه لطف کنید جواب بدین. فکر میکنید تثبیت جریان‌های میانه رو در جناح حاکم میتونه بحران فعلی در کشور رو کاهش بده، به خاطر اینکه جنبش سبز خب به دنبال مطالبات خودش هست، حداقل همون مطالباتی که همون پنج بندی که در بیانیه 17 هم آقای موسوی بهش اشاره شده؟ به نظر من جناح اصولگرای سنتی و میانه رو تجربه گرا مثل آقای لاریجانی، مثل آقای قالیباف به خوبی میدونن که راه نجات ایران این هست که از تمام ظرفیت‌های نیروهای درون سیستم استفاده کنن و آقای موسوی هم به نظر من هدفش این است که با تمام نیروهایی که منافع ملی ایران و قانون اساسی را قبول دارن همکاری کنن. بنابراین زمینه این همکاری وجود داره، مثل همکاری که شورای شهر انجام دادن. من فکر میکنم که این امکان وجود داره. مهم این است که نهادهای قدرت دست از حمایت بیچونه چرا از آقای احمدی نژاد بردارن و اجازه بدن کارها بر روال قانون اساسی پیش بره. اگر اونجوری بشه به نظر من امکان مصالحه آمیز این قضیه وجود داره و طبقه متوسط ایران هم دنبال خشونت نیست، دنبال این هست که آرزوهاش رو حداقل کف آرزوهاش رو به صورت مصالحه آمیز به دست بیاره. خیلی متشکرم.